با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی از روم همراه هستیم. آقای مدرس، از ارزیابی مقام‌های آمریکایی درباره ادامه احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل اجازه بدید که آغاز کنیم. بر مبنای مجموعه گزارش‌ها، برآورد شما از احتمال وقوع این حمله و ابعادش چه هست؟ وقتتون بخیر خانم شیرازی گرامی. آنچه که جمهوری اسلامی در وهله اول داره سعی میکنه انجام بده این هستش که در اسرائیل بتونه یک نوع فرسایش روانی نظامی به وجود بیاره، به این مفهوم که جمهوری اسلامی الان از وقتی که اسماعیل هنیه رو مورد هدف قرار دادن داره هر روز و هر شب اعلام میکنه با جدیت که ما حمله خواهیم کرد. از سمت دیگه شاهد این هستیم که منابع آمریکایی همه مسئله رو تایید میکنن و این تداوم پیدا کردن این موضوع سبب ایجاد یک نوع فرسایش روانی و فرسایش نظامی در اسرائیل خواهد شد. این به نظر من میتونه هدف اولیه جمهوری اسلامی باشه، اما اگر در نهایت بخواد دست به گزینه نظامی بزنه، برای اینکه بتونه بار مسئولیتی کمتری رو متوجه خودش بکنه، این حمله رو به نظر میرسه که بخواد از طریق گروه‌های نیابتیش پیش ببره، به این مفهوم که بخواد جبهه‌ای رو باز کنه علیه اسرائیل توسط حزب الله لبنان، توسط حوثی‌ها و همچنین توسط گروه‌های نیابتی که در عراق و سوریه داره، و از سمت اونها بخواد نقطه آغازین حمله رو داشته باشه و بعد از اون احتمال این میره که مثل دفعه پیش خودش بخواد بیاد یک سری موشک و پهپاد به سمت اسرائیل بفرسته. ولی واکنش جدی اسرائیل و بیان این که فارغ از این که این حمله تلفات داشته باشه یا نه پاسخ سختی به اون خواهند داد، یکی از عوامل بازدارنده میشه گفت بوده که تا اینجا تونسته جمهوری اسلامی رو منع کنه از انجام این حمله. اجازه بدید که به درخواست اسرائیل از آمریکا هم برای جلوگیری از اتمی شدن جمهوری اسلامی هم بپردازیم. دلیل طرح این موضوع در شرایط کنونی چه هست و اساساً چقدر آمریکا با اسرائیل چنین امکانی دارن؟ ببینید، دلیل بیان این مسئله در شرایط کنونی اینه که جمهوری اسلامی داره نهایت استفاده رو میبره از اینکه فرصت بخره برای اینکه خودش رو هر چه سریعتر و هر چه بیشتر در شیب هسته‌ای شدن بخواد بیاندازه. شما برای اینکه بخواید به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا کنید، نیاز به سه عنصر اولیه و بسیار مهم دارید. نیاز به مقادیر بالای اورانیوم غنی شده دارید، نیاز به یک حامل دارید که بتونه این سلاح هسته‌ای رو حمل کنه مثل موشک‌های بالستیک، و در نهایت نیاز به یک چاشنی انفجار دارید. داشتن این سه در کنار هم یک سلاح هسته‌ای رو به شما میده. در حال حاضر جمهوری اسلامی هم مقادیر بالای اورانیوم غنی شده داره، هم با توجه به این تحت لوای آزمایش‌های ماهواره‌ای داشته آزمایش‌های موشکی انجام میداده تمام این مدت. آنچه که هنوز در اختیار نداره تکنولوژی چاشنی انفجار هست و اون میشه گفت چیزی بوده که در آماد محسن فخری‌زاده به عنوان مثال روی همین مسئله داشته کار می‌کرده. برای همین این بسیار نگران کننده است برای اسرائیل که جمهوری اسلامی داره در این شیب قرار می‌گیره و همین باعث میشه که اورشلیم از واشنگتن دی سی بخواد که به اونها کمک کنه. اما اینکه چقدر امکان این رو داشته باشن، میشه گفت که ایالات متحده به غیر از ابزارهای دیپلماتیک عملاً امکان دیگری در دست نداره برای اینکه بخواد جلوی این مسئله رو بگیره. ولی خب اسرائیل به هر حال همواره گزینه نظامی رو روی میز خواهد داشت علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یک تهدید ماهیتی علیه اسرائیل بوده و هست. سپاسگزارم از شما شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی از روم با ما.